کاخ سفید اعلام کرده تست کووید 19 جیل بایدن همسر رئیس جمهور آمریکا مثبت شده و او علائم خفیفی رو تجربه میکنه. به گفته کاخ سفید تست کرونا جو بایدن منفی بود، اما رئیس جمهور آمریکا این هفته به طور منظم آزمایش میده و تحت نظر خواهد بود، چرا که او هفته شلوغی در پیش رو داره و قرار پس فردا پنجشنبه برای اجلاس سران گروه 20 به هند سفر کنه. اما با ظهور گونه های جدید کرونا، موارد ابتلا در آمریکا و برخی کشورهای دیگه رو به افزایشه. یکی از دلایل افزایش موارد ابتلا ویروس پرولا از سویه های جهش یافته اومیکرون که اولین بار مرداد امسال در دانمارک مشاهده شد و بعداً در آمریکا و کانادا هم بروز پیدا کرد. دکتر یاسر قرشی پزشک از ترکیه با ما همراه شد. دکتر قرشی، این سویه جدید چقدر خطرناکه در آمریکا که خیلی شیوع پیدا کرده، هزاران نفر در هر روز داره به شمار مبتلایانش اضافه میشه؟ سلام، همونطور که گفتید این سویه در واقع سویه مادرش اومیکرون هست، منتها با تعداد جهش های خیلی بالا، حدوداً بیش از 20 تا جهش داشته و باعث شده یک ویروسی باشه که خیلی متفاوته با ویروس اصلی. بنابراین میتونه قابلیت اینو داره که واکسن رو دور بزنه. هنوز خیلی مطالعات دقیقی انجام نشده، ولی پیش بینی اینه که میتونه واکسن رو دور بزنه. بنابراین دارن روی واکسن بوستری که کار میکنن، پروتئین های این ویروس رو هم مد نظر قرار میدن. اما اینکه چقدر شیوع پیدا بکنه باز قطعی نیست، ولی آماری که از WHO داریم، در ماه گذشته نسبت به ماه قبلش 38% میزان مبتلایان در سطح جهان بالا رفته. ماه گذشته 1,400,000 نفر در دنیا مبتلا شدند، 1,800 نفر از این افراد فوت شدند. نکته جالب اینه که میزان فوت 50% کاهش پیدا کرده، علی‌رغم اینکه میزان ابتلا بالا رفته. این نشون میده هرچند ممکنه این ویروس میزان در واقع سرایتش بسیار بیشتر باشه، ولی احتمالاً علائم کمتری رو برای بیماران خواهد داشت. اما آقای دکتر قرشی، واکسیناسیون چطور بهش جواب میده؟ همین واکسن هایی که داریم و زدیم جوابگو هست یا نه باید آپدیتی وجود داشته باشه؟ هنوز داده های خیلی مشخصی بیرون نیومده، اما تئوریکلی میشه گفت که واکسن رو دور میزنه و واکسن فعلی کار نمیکنه. برای همین دارن روی بوستر کار میکنن، بوستری که این واکسن رو هم پوشش بده و اعلام بکنن که واکسن بوستر نیاز هست زده بشه تا مردم بزنن. یاسر قرشی پزشک از ترکیه، سپاسگزارم از شما.